دوستای عزیز، در ادامه سفر به دهمرده گلزار هستیم و امی قسمی که شما در ویدیو مشاهده میکنین در روبروی لیسه شهید غلام حسن ما اینجا قرار داریم و این مکتب مکتب پسران است. البته قبلا لیسه مختلط فاطمه زهرا در اینجا در پالوی از این مکتب بوده که دخترها و بچه ها در اینجا به مکتب می آمدن، اما امی فعلا در مدت سالهای اخیر که تحولات بسیار عظیمی در بخش زیربناهای اساسی و آموزشی در جغوری رخ داده و مردم شریف با همت دهمرده گلزار اقدام بسیار نکر انجام دادن و دو مکتب در داخل دهمرده گلزار در حال تأسیس است، یک لیسه فاطمه زهرا و دومی لیسه غلام حسن شهید است که مکتب پسرانه است و در دو طبق برای آموزش و پرورش پسرها در اینجا ساخته خواهد شد. و همین قسمی که شما در تصویر میبینین کار مکتب عملا شروع شده، دقیقا در طول یک دو سال اخیر کار از این ادامه داشته و امسال هم فکر میکنم که یک مقدار کارایش جریان داشته و در این روزا نمیفهم به چه دلیل کار ساخت و ساز از این مکتب تعطیل است. و اما تو امروز ما باشین از نزدیک میریم در داخل مکتب. دوستان عزیز، در داخل مکتب نو تاسیس و نیمه کاره غلام حسن شهید میریم یا شهید غلام حسن میریم، میبینیم که در داخل کارا با چی میزان پیش رفته. این یک میکسر هست، نمیفهم بخاطر از اینکه کار تعطیل است میکسر رو داخل ما حاله. در منزل اول لیسه شهید غلام حسن هستیم و اینجا دهلیز عمومی هستم که فقط کارهای بتون ریزی این لیسه انجام شده و دیوارهای مابینی از هم انجام شده. اما تو حساس ها اگر کار ما را برای کنم در این قسمت مکتب آمده نمیفهم در این قسمت چی ساخته خواهد شد، نمیفهم صنف درسی شاید باشه یا مدیریت لیسه باشه و بسیار فضای قشنگ داره، فضای بسیار دلنشین داره در روبروی همین صنفی که ما قرار داریم، مسجد عمومی، مکتب فاطمه زهرا و همچنان قسمت بزرگی از منطقه سرسبز، قهرمانخیز و مردم سربلند در مورد معلوم میشه. دیگه باز هم ما موریم در جاهای دیگه از مکتب ببینیم که دیگه چیز جور شده، سنفایش هم بسیار کلان هسته. این طرف هم فکر نمینا سنف هسته، در دو سنف جداگانه هست، اینی طرف یک سنف جور میشه و اون طرف هم دیگه سنف میشه. اگر کار از مو را همراهی کنم در این قسمت که طرف جنوب مکتب میشه لیسه مختلط شهید غلام حسن و همشون فاطمه زهرا مشاهده هم شد، تعمیر سابقه بوده و من مطمئن هستم که از این لیسه که فقط اسکلیدش باقی مانده جوانان عزیز ما، جوانان برومند ما، علم دوست، با فرهنگ، متمدن، بسیار شخصیت ها از درون از این مکتب بیرون شده، فارغ شده و امروز افتخار بسیار بزرگ برای ملت افغانستان، برای ملت شریف جاغوری و همچنان ملت باعزت دهمرده هستند که ما مطمئن هستم که این مکتب اگر ساخته شود، این تعمیر خوب برای بچه ها وقتی ساخته میشه، مردم عزیز ما در دهمرده گلزار بسیار زیاد با استعداد زحمت کش هستن و یک روز شاهد از این بودیم که شاهد از این می باشیم که جوانان بسیار برومند تحصیل یافته و همچنان نماد خدمت از این مکتب هم فارغ خواست شد و با سربلندی مردم ما و شما خواست شد و ای آبادی از این به ثمر رسیدن و یا تکمیل شدن از این پروژه نیاز و نیاز شدید و وابسته به کمک های شما عزیزا هست. اگر شما عزیزا در اینجا در امر آبادی از این تعمیر لیسه شهید غلام حسن سهم بگیریم، هر کدام ما شما، حتی اگر هر یک ما شما یک دانه خیشت به این مکتب کمک شدیم، این بنا تکمیل خواهد شد و اولادای ما و شما در اینجا تحصیل خواهد کردن و باعث افتخار ما و شما، باعث سربلندی ما و شما خواهد شدن. دیگه اما تو میریم در سنفای دیگه، در جاهای دیگه از این مکتب تعمیر خوب که واقعتش در سطح ولایت غزنی یا در بولسوالی جاوری
این مکتبی که از طرف مردم شریف و با عزت ما ساخته میشه، بدون شک مجهزترین مکتب، بهترین مکتب با تعمیر بسیار خوب ساخته خود شد. دیگه امروز از خود باشیم امروز کنفر پیش بریم. ما فکرم که تمام از این مکتب فقط امو اسکلیت و اینمی خشتا کار شده و نیاز به گشکاری دارن، نیاز به تکمیل شدن دارن، انشاءالله دوستان کاری خود کنن. بعد از این که از این مکتب بیرون میشیم، ما در مکتب دخترانه فاطمه زهرا خود رفتیم که او فکر کنم تکمیل شده باشه. بیننده‌های محترم تمدن جاغوری، در ادامه سفر به ده مرده گلزار ما در روبروی لیسه فاطمه زهرا ده مرده گلزار قرار داریم و باز هم خوشبختان آقای یوسفی دانشمند با خود داریم. آقای یوسفی صاحب، در مورد این بنای آموزشی برای بیننده‌های ما یک مختصر معلومات بدین که مکتب چه وقت ساخته شده و از طرف نهادهای مردمی ساخته شده یا از طرف نهادهای دولتی؟ این مکتب تقریبا از طرف این نظامی مردم خیر ده مرده گلزار بودن برای فرزندان خود، اما حالا امکان داره دولت هم همکاری بکنه و همون قسمی که لازم میبینه. در حقیقت همین مردم ده مرده گلزار، مردم خیر از خارج برایش پول روان میکنه و آماده کرده و همه و همه چیزش او مردم در نظر گرفته. ما از خیرین کل جهان خاصا از دولت اسلامی افغانستان خواهان هستم که آنچه که میتوانه با ما همکاری بکنه و تا فرزندان این مردم منطقه غیور محروم از تحصیل علم نمانه، بتوانه که تحصیلات خود را به طور اعلا و اما قسمی که میخواهه پیش برده بتوانه. بسیار خوب. آقای یوسفی صاحب، این بنای آموزشی یا مکتبی که اینجا ساخته شده از طرف مردم و زمینه تحصیلی که از طرف دولت برای تعداد زیاد از خواهرای ما شما اینجا فراهم شده، این مکتب دقیقاً کارش از کدام سال شروع شده بود و این کارش تکمیل شده یا خیر؟ تقریبا چند سال میشه که این شروع شده، فعلا هم آماده شده برای درس خواندن خواهرها و برادرها، اما مکمل نیست، تکمیل نیست، خیلی چیزهای کمبودی داره. بسیار. که ما از دولت اسلامی افغانستان تقاضامند هستم که این همکاری رو با ما بکنه آنچه که میتوانه. بسیار. آنچه که نتانست مولا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. بسیار. آنچه که میتوانه بکنه، آنچه که نمیتوانه تقصیر هم نداره. بسیار. السلام علی من اتبع الهدى. بسیار خوب. مردم عزیز ما همکار باشند. بلکل قسمت. اگر امروز ما شاهدی مکتب به زیبایی با این همه خوبی هستیم، انشاءالله در قسمتی که 10% از کارها باقی مانده، شاید تجهیز لابراتوار، کتابخانه و یا رنگ و روغن داخل هستند و یا بعضی کارهای دیگه، انشاءالله مردم عزیز ما که تا امروز همکار با مردم خود بودن، دست مردم خود گرفتن، باز هم میگیرن انشاءالله اگر خواست خدا بود. انشاءالله. خب آقای یوسفی صاحب، موریم در داخل مکتب یک چکر شدر اگر خواست خدا بود. انشاءالله. دوستو عزیز، میریم داخل مکتب. خب بیننده‌های عزیز ما، در داخل لیسه فاطمه زهرا در ده مرده شریف هستیم و میخوایم که از داخل این مکتب بازدید داشته باشیم با آقای یوسفی صاحب. آقای یوسفی صاحب، قسمی که ما شما در تصویر میبینیم، صنف ها دالیزا بسیار مطابق با استانداردها ساخته شدن، اما تو ما شما بالا آمونیم، نظر شما در مورد تفاوت عالی که مکتب ها ساخته میشه تا قدیما که شما شاگرد بودین، محصل بودین، و انگیزی جوان ها راجع به درس خواندن چه قسم هستن؟ خیلی تفاوت داره. تفاوت مثبت البته، نه تفاوت منفی. هم سیستم ساخت ساختمان و هم سیستم درس و هم شاگرد ها.
بسیار تفاوت دارن، متفاوتن. خب انگیزه عالی خوب بود یا سابق؟ خب دوستا پیش داره لیسه هستیم، میخواییم بریم داخل. سلام علیکم، وقت بخیر. خوب هستین؟ سهتان خوب؟ بخیر؟ تشکر. خوب هستین؟ خب دوستای عزیز، قسمی که شما در تصویر میبینیم، من دفعه اول مثلا که وارد اداره لیسه فاطمه زهرا شدیم و قسمی که شما در گزارش دیدیم اومدیم بالا و هیچ اطلاعی نداریم که محترم که روبروی ما شما مدیر لیسه است، سرمعلم لیسه است، از مسئولین این مکتب است. بسیار زیاد خوش میشیم و خوش آمدید میگیم به برنامه تمدن و در قدم اول به برنامه ما بسیار زود خوش آمدین. یک مختصر معرفی از خودتان داشته باشین. ایمان میکرم شید. تشکر، زنده باشین. بسیار خوش آمدین. تشکر میکنم از برنامه تمدن. قبلا ما با برنامه تمدن مصاحبه داشتیم. بسیار یک برنامه خیلی بسیار قشنگیه. خیلی من یاسین سلطانی هستم. بسیار فعلا به حیث مدیر از لیسه کار می‌کنم. بسیار خوب. مدیر صاحب سوادم از سوادهای رسمی کاری گذشته. ما شما را غافلگیر کردیم. به خاطر از اینکه ما از صبح در حال ساخت مستند در مورد هستیم. بسیار خوب. لیسه فاطمه زهرا این روزا فکر کنم مختلط هستن، تعداد از شاگردهای پسرانه و دخترانه اینجا در حال آموزش هستن. به خاطر اینکه مکتب شهید غلام حسن هنوز تکمیل نشده، بر ما بگوین که این مکتب دقیقا کارش وقت تکمیل شده و شما شروع به فعالیت کردید. من مدیر لیسه پسرانه هستم. خب لیسه دخترانه فعلا پیشتر تعطیل شد رفته. بسیار دیگه فعلا هر دو لیسه شاگردایش هم اینجا جمع میشه. خیلی میدارش هم اینجا کل گپا اینجاست دیگه. در قسمت هستی که گفتین مختلط برگزار میشه، مختلط نداره. خب هر دو لسه جدا برگزار میشه. در تایمای مشخص قبل از ظهر پسر هسته، بعد از ظهر دختران هسته. در قسمت ساختمان پرسان کردین، این ساختمان تقریبا 10 سال پیش تهدابش گذاشته شده بود توسط خیره. به تدریج تکمیل شد، یعنی 3 سال الا 4 سال میشه ساختمان تکمیل است. 3 سال داخل ازی مکتب جریان داره. خیلی. اما در بیرون حیاتش هنوز تکمیل نشده. بسیار. یعنی دیوار حیاتی که شما میبینید در بیرون سال گذشته، یعنی از این پاستر. بسیار. یک دو ماه پسانتر به می حد رسیده. در ماه دوم تابستان سال 1400. آره تقریبا آره. بسیار. دیگه خود حیات داخلش تکمیل نشده و کارش به خاطر که پارسال تحولات بزرگی در کشور پیش آمد. دیگه شاید بودیجه هنوز پورا نشده یا کدام دلیل دیگه داشته باشه توسط خیرین کارش پیش مره. امسال کارش متوقفه به می حالت که شما میبینیم. امیر قمیستم. خیلی خوب. مکتب فاطمه زهرا فعلا به چی تعداد دانش آموز داره؟ به چی تعداد شاگردان اینجا مصروف آموزش هستن؟ در حدود 330 نفر از هر دو بخش. فقط دخترانه 330 نفر فعلا شاگردای موجودش هستن. خیلی خوب. خوش سلطانی صاحب، لیسه فاطمه زهرا از امکانات مثل لابراتوار، کامپیوتر لب و سایر تجهیزاتی که نیاز اساسی در مکتب است آیا تجهیز شده یا خیر؟ سوال بسیار قشنگی مطرح کردین. البته شما میفهمین مراکز آموزشی چند چیز باید به در مراکز آموزشی بسیار خوب باشه. یک هیئت تدریسی منظم و مسلکی نیاز است. مقدم بر از او یک جا و مکان و ساختمانی خوبی نیاز است. در قسمت ساختمان ما مردم ما خوب درخشیده، فعلا یک ساختمان مناسب داریم. در قسمت هیئت تدریسی مشکلات فراوانه. در قسمت ابزار و وسایل آموزشی در کل مملکت مشکلات زیاد است، در منطقه ما مشکلات زیاد است. ما کتابخانه ساختمان اتاقش داریم، کتاب برای مطالعه نداریم فعلا. میرقم در بخش لابراتوار، بخش از آموزش در لابراتوار صورت میگیره. ما لابراتوار نداریم. البته هست بعضی وسایل بسیار اندک و سادهش موجود است. دیگه لابراتوار با او
شکل و شمایلی که باشه وجود نداره، یعنی نسخه کامپیوتر لب وجود نداره. بسیار خوب. دیگه خیلی چیزای دیگه که در مراکز آموزشی نیاز هستن فعلا ما در دسترس نداره. خوش سلطانی صاحب، در مورد کادرهای مسلکی و متخصص ما شما صحبت داشتیم، گفتیم به کمبود مواجه هستیم. دلیل اصلی نبود کادرهای فنی و مسلکی است یا معاشاتش اینجا تامین نمیشه؟ مشکل اساسی در چیست؟ به نظرت من مشکل جامعه افغانستان در دو چیز است. چندین ساله که ما در اداره کار می‌کنیم، با ادارات معارف در تماس هستیم. اول فساده، فساد مالی است، فساد سیاسی، فساد اداری است. بخش دیگه شه تبعیض و فساد در جامعه افغانستان ریشه اصلی بحران از مملکت است. دیگه اینا تاثیر گذاشته در همه بخش های زندگی، تاثیر گذاشته در بخش معارف هم، تاثیر گذاشته فساد در اداره، تاثیر گذاشته هم تبعیض در اداره، تبعیض گذاشته. دیگه اگر این مشکل فساد و تبعیض در جامعه افغانستان حل شوه، باور من است که خیلی از مشکلات های دیگه در جامعه حل میشه. دیگه مشکل من فکر کنم اینمی دارایی، یعنی منابعی را که در افغانستان مردم داره، اینمی عادلانه ده بین مردم توزیعش، مردم قناعت نه، با ما پول کم هم کار نه. وقتی ببینه فساد است، ببینه تبعیض است و هم از نوع بسیار شدیدش، دیگه تاثیر میگذاره، خیلی ها ناامید میشن و تاثیر میگذاره روی انگیزه، تاثیر میگذاره روی تلاش، تاثیر میگذاره روی خیلی بخشای دیگه، میرقم مردم دل سرد میشه. بسیار دیگه اگر همین شکل چی به صورت ظاهری ما صحبت کنیم، کمبود ماش تاثیر گذاشته. کمبود ماش؟ آره، ماش معلمین خیلی کم هستن. او کسایی که چیزی به کله خود داره با معاش کم حاضر نیست در مکتب کار کنه، به خصوص در دوردستا، در خاطر که نیازهای زندگیشون برآورده نمیشه با این معاش. بخش دیگه برمیگرده به اینکه در دهات امکانات کمه، دیگه آدمای مسلکی و فنی در دهات کم است، به می خاطر در مکتبا معلم مسلکی کمتر است. بسیار خوب. خوش سلطان سه فرصت داریم یک دفعه از سینفا یک بازدید کنیم، حداقل یک سینفا بریم از نزدیک ببینیم که سینفا با چی استاندارد ها ساخته شدن. بسیار خوب. بچه‌ها میرون خب دوستان عزیز، میریم یک از سینفا تدریسی یا سینفا مزدیشی شاگردار رو میبینیم که با چی امکانات ساخته شدن. میرون اجاز میرون. خب بسیار خوب. آقای سلطانی صاحب، قسمی که اعضای ما در تصویر میبینن، صنف بسیار چوکی های مجهز داره، میزای مجهز داره، هیچ چیزی فکر کنم کمبود نداشته باشه، تمام صنف ها به میسن در ساخته شده دیگه. آره، این چوکی هایی که شما میبینن، وسایل تخته و ساختمان اینا رو همه خیرین ساخته. بسیار. چی مؤسسه، چی دولت افغانستان به اندازه یک خشت خام هم در این سهم نداره. هیچ گونه. فقط امو زمینی آموزش و پرورش اجازه دادن که مثلا بیان اینجا درس بخونه. اما در قسمت زیربنا قسمت بستای مکتب ما بس کم بود داریم. ما چندین سال تقریبا 15 سال است فارغین 12 داریم، یعنی لیسه را پیش مبریم با مو بست متوسطه. در قسمت از این چوکی ها اینی آین های از این پیارتی ساخته بود. بسیار. در غزنی از اونچ گرفت داشته توسط استاد میسپاه، بعد از اون چوهایش تخریب شده بود، اینا با کمک خیرین در نجار که در بازار منطقه موجود است اینا ساخته هم، این تختار که شما میبینید اینا همه توسط خیرین تهیه شده. بسیار خوب. این سینفو گنجایش نفر دارد؟ تقریبا 30 نفر، 35 نفر، اگر شاگرد زیاد باشد تا 40 نفر این ظرفیت داره این کلاس ها. بسیار خوب، بسیار خوب. فعلا حدود 25 الی 30 نفر در کلاس ها موجوده. بسیار خوب. لیسه فاطمه زهرا چای آب آشامیدنی داره؟ آره، سال گذشته آج سب شفق آمد، خیرین کمک کرد، یک نفر چاکه نورد اینجا، یک چا خفر شد، خوب آوده. یعنی نیازهای مکتب برآورده میشه؟ آره. آره، مشکلی اساسی که فعلا بالفعل با رو برای سن وجود نداره دیگه؟ یقینا هست. مشکل کمبود معلمه.
کم بوده معلم؟ ما همه ساله حدود 5 نفر الی 6 نفر در هر لسه استخدام مردم میداریم. امسال اون مشکل بسیار جدی است. خب مردم همکاری داشتن در قسمت تامین ما شد؟ آره، چند روز پیش آج سب شفق آمد اینجا، بعضی خیرین در اروپا در استرالیا آنجا ما باش همش صحبت کردیم، معلمین کمبود بود اینا استخدام شد، معاشره خیری به عهده گرفتن. بسیار خوب. خب بسیار زیاد تشکر که در برنامه ما بودین و در اخیر اگر کدام پیام گفتنی برای تشکر از شما که زحمت کشیدین آمدین. دیگه تشکر منیم از همه خیرین، از همه دوستا که فیلم میبینن. بسیار تشکر از شما. همین مشکلاتی که موجود بود بیان کردین.